یو چطورین بچه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال نو همتون مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو داشته باشین. توی برنامه می‌خوام بپردازیم به کنسرت دیشب گاتبوری توی قبرس شمالی، اجراها و حواشی که کم نداشته و سورپرایزی که این کنسرت داشته و خبرش ترکیده. توی این برنامه به همشون پوشش میدیم. لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموشتون نشه. بریم برای این رپ حواشی. همونطور که خیلی وقت بود که اعلام کرده بودن که گاتبوری قراره که روز 1 فروردین توی قبرس شمالی کنسرت داشته باشه، که حدوداً 3-4 روز قبلش هم توی روسیه داشت که کنسرت خوبی بود، ولی این کنسرت فرقش این بود که هم خب اول فروردین بود، هم که قرار بود یه سورپرایز داشته باشه. از اون ورم مشکلاتی با حمید صفت داشت که میدونستیم سورپرایز حمید صفت نیست. و خلاصه دیشب کنسرت برگزار شد. کنسرت خیلی خفنی بود و حواشی زیادی هم داشت. سعی کردم که ویدیوهای خیلی با کیفیتی از کنسرت تهیه کنم و براتون بذارم. بریم با هم چند تا از اجراها رو ببینیم. بعد از اجرا کردن چند تا از ترکایی که طبیعتاً همتون گوش کردید که مربوط به آهنگای خیلی هیت گاتبوری و آلبوم فیل، یه ترک مثل ترکی که توی کنسرت روسیه منتشر کرد اجرا کرد و اینجا هم اجرا کرد که تا حالا منتشر نشده بود و دیس بود که نسخه خیلی با کیفیتشو براتون گیر آوردم که میذارم و در ادامه درباره اش صحبت می‌کنم. فرمید از تلفون شما مارکت پارسیو اگه میگیم سب کنی چون بلد این بازیو که من تمیر کنسرت هم نشنه تو آرسیو ببین موزیکی که بره این میشه تو چند تو میگونی یه سب دیگه سب کن میاد بالا سب تو میگونی آج تو گنگه با اینکه عکس نداره با میگونی گوش دادیم ترک و خیلی هم با کیفیت بود و بیتش هم خیلی بیت جالب و اولش هم فکر کنم یه نمه تم حماسی داشت و اصلا بهش نمیخورد اونجوری بخواد در ادامه فست و خفن بشه. خلاصه دیدید که دیسی به هیپاپولوژیست بود و اشارهی داشت به اون داستانی که من تو تمرین کنسرتم و تو توی آی سی یو و معلومه که این ترک رو خیلی تازه نوشته. اما یه حاشیه دیگه که این کنسرت داشت این بود که طبق رسم اکثر کنسرت های گاتبوری که خب آکیو حضور نداره، نمیدونیم چرا، ولی خب با لایف داخل کنسرت و یعنی داخل سالن کنسرت با لایف هماهنگ کردن و همیشه لایف آکیو رو داریم که داره کنسرت رو میبونه و ریاکشن هایی داره و همراهی میکنه. دیشب اومد یکی از این اجراهای گیتار دستش بود و این همون پیرمردی که میم شد و میگه همین چرخ خیاطی رو میکنم تو فلانت، اونم اومد گیتار رو حواله کرد به فدایی که خب خیلی عجیب بود و یه جورایی
یه جوی رو درست کرد تو فضای مجازی که خب از اون ور گاتبوری داشت اجرا میکرد، از این ورم به صورت لیپسینگ آکیو این کار رو انجام داد. بریم این تیکه از کنسرت هم با هم ببینیم. خب یه اتفاق جنجالی دیگه هم دیشب افتاد که مربوط به کنسرت گاتبوری، البته کنسرت قبلیش داخل روسیه است، این که توی اون کنسرت هم قرار بود سورپرایزی داشته باشه که ترک منتشر نشده ای اونجا اجرا کرد و اشاره به سپرخرسه داشت. تیکه نبود، شاید هم بعضی تیکه برداشت کنن، خودش احتمالاً تیکه برداشت کرده که واکنشی نشون داد. و داخل اون اجرا گاتبوری گفتش که خطاب به هیپوپولوژیت گفت طوری بزنم که مثل خلسه مو دراری، یا طوری میزنم که مثل خلسه مو دراری. و خلسه دیشب همزمان حدودا با گاتبوری توی آنکارا کنسرت داشته و همونجا توی سن میاد و اشاره میکنه به این موضوع و یه تیکهی صحبت میکنه و اشاره میکنه به گاتبوری و خیلی از مخاطبا میگن دیسشو نمیدی. و در ادامه اون میم سپاتیفای گاتبوری رو مسخره میکنه که بریم با همین ویدیو رو ببینیم که طبیعتا شاید از سمت گاتبوری جوابی داشته باشیم و اختلافی بین این دو نفر بیفته. بریم با هم ببینیم. دکتر اسدی داشتیم عینک پیر، اصلا با گاتبوری هم مشکلی نداشت، درسته؟ این بده روان ما دیسته میدیم که اونا دیسته میدن تو اجرا. حاجی یارو تو اجراش 50 نفر اومدن به هر کدوم میتونه دو تا اکانت سپاتیفای بده. خب این بود چند تا از اتفاق و حاشیه‌ای که درباره کنسرت دیشب به وجود اومده بود. بریم پارت دوم اجراهای گاتبوری که خیلی هم با کیفیت با هم ببینیم. بچه ها دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و حمایت کنید از ویدیو. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو فعال کنید. تا دیدار بعد و رپ حواشی دیگه، خدا نگهدار. به امید دیدار.